Yo, check this out. This is for the beat. خب سلام به همگی، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از برنامه بیت پزی. برو بریم. خب توی ویدیو قبلی در رابطه با اینکه برای بیت سازی و آهنگ سازی چه دمو تشکیلاتی نیاز دارید و چه چیزایی باید تهیه بکنید صحبت کردیم. توی این ویدیو میخوام در رابطه با اینکه کلن بیت و سیستم بیت سازی چیه و در حقیقت اگر ببریمش توی همون مایندست آشپزخونه و پخت و پز، مواد اولیه ساخته یه بیتو میخوام بهتون توضیح بدم. تو باید اول بدونی که چی میخوای درست بکنی و مشتریت کیه، یعنی اون کسی که بیت تو رو، آهنگ تو رو گوش میکنه چه انتظاری از تو داره و تو با توجه به انتظار اون و اون چیزی که اون واقعا نیاز داره باید یه چیزی درست بکنی. پس باید معنی اون کاری که داری انجام میدی و معنی اون چیزی که داری درست میکنی اول بفهمی که اشتباه نکنی و سریعتر پیش بری. قبل از اینکه بریم سراغ بحث، میخوام بهتون بگم که من تو چنل خودم یه سری آهنگا رو آنالیز میکنم و بیت شیر میکنم. اونجا میتونی چنل منم چک بکنید، لینکش همین بالا هست. و دومیش اینه که چنل رو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو بزنید که تا یه ویدئوی جدید از بیت پزی اومد به تو خبر برسه. برو درست. خب میخوام یه چیز خیلی مهم بهتون بگم که مطمئنم اگر کارتون حرفه‌ای تر بشه باش برخورد خواهید کرد. اون چیه؟ این که تعریف یه سری چیزا رو، یه سری کلمات و یه سری اصطلاحات رو توی ساخت موزیک و توی دنیای موزیک باید بدونید که اگر یه جایی توی جمعی بودید و در رابطه با یه چیزی صحبت شد بدونید که اونا دارن چی میگن. مثلا چی؟ مثلا فرض کن چند تا آشپز حرفه‌ای دارن در رابطه با ساخت کیک صحبت میکنن و مثلا صحبت از جوش شیرین میشه. شما مگه میتونی بگی جوش شیرین چیه؟ خب همونی که اسیدیه و همونی که باد میده بهش. نه، اینجوری نمیتونی تعریفش بکنی، یه عکس العمل حرفه‌ای نیست. واسه همین من میخوام یه سری چیزها رو براتون باز بکنم که بدونید این مواد اولیه چیا هستن و تو کدوم دسته ها هستن که بعداً به مشکل نخوری یا سوء تفاهم نشه و اشتباه متوجه نشی اگر جایی شنیدی. خب تعریف بیت اول از همه چیه؟ خب خیلی ها میگن که همون ریتمیه که اون پشت هست و وکال میره روش و تنظیم میشه و تمام میشه میره. نه، اینجوری نیست. ببین، بیت قلب موزیکه که سیگنالش تغییر نمی کنه. خب این یعنی چی؟ شما یه بیت داری مثلا چار چارومه، یک دو سه چار، یک دو سه چار، این همینجوری ادامه پیدا میکنه و یه تمپو داری که بی پی ام بهش میگن، که بیت پر مینیت یعنی سرعت بیت شما در دقیقه و میرسه به مترونوم، چیزیه که ضرب موزیک شما رو، یعنی سرعت موزیک شما رو به شما نشون میده. میرسیم به ریتم. ریتم خودش تشکیل شده از چند بیت متفاوت، چندین بیت متفاوت. حالا این بیتا میتونن طولانی تر باشن یا کوتاه تر باشن. پس جمع این بیتا میشه ریتم. بریم رو برنامه بهتون اینجا دقیق تر نشونش بدم. خب من قصد دارم که این سیستم رو کلن توی برنامه FL Studio بهتون توضیح بدم. اینکه چجوری از فضای این برنامه استفاده بکنید و کلن یه اطلاعات کاملی در رابطه با فضای این برنامه داشته باشید، یه ویدیو توی چنل خودم قبلا شیر کردم، کلن این سیستم رو بهتون توضیح دادم، لینکش هم همین بالا هست، میتونید بزنید اونو تماشا بکنید، اول آشنا بشید با سیستم. من اول یه ریتم چهار چهارم چیدم، گوش بکنیم.
خب چهار چهارم چرا میگم؟ به خاطر اینکه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب این سیستم به این صورت. حالا میخوام معنی ریتم و انواع ریتم رو براتون توضیح بدم. خب پیانو رول باز میکنم که نوت نویسی بکنم برای این VST. این باریه که من دارم، یعنی چهار تا بار دارم من اینجا. وقتی این نوتو کامل توی این بارم پر میکنم، یعنی که تمام نوت دارم مینویسم. ریتم من تمام نوت. گوش بکنیم. حالا وقتی اینو نصفش میکنم، نصف بار نوت نویسی میکنم، میشه نیم بار. وقتی نصفو دوباره نصفش میکنم میشه یک چهارم. و وقتی یک چهارمو دوباره نصف میکنم میشه یک هشتم. حالا وقتی یک هشتمو دوباره نصف میکنم میشه یک شونزدهم. حالا من میام همین درامی که داشتم و تکرارش میکنم. خب من صداها رو عوضش میکنم که یه مقدار جالب تر بشه. حالا ما یه ریتم نویسی کردیم با یه سری دم و تشکیلات. باید اول ببینیم که این دم و تشکیلات چیا هستن و جزو کدوم دستبندیان، یعنی مواد اولیه ما چی هستن در حقیقت. ببین شما توی بیتسازی چند تا دسته صدا داری. هر دسته از صداها برای خودشون یه اسمی دارن. خب اولش چیه؟ پرکاشن. پرکاشن ها صدایی هستن که ضربه، لرزش و کششی هن. مثلا چی؟ مثلا اینجا کیک داریم که ضربه ایجاد میکنن. بعدیش چیه؟ هایهته که باز ضربه ایجاد میکنه. بعدیش چیه؟ سنیره که ضربه ایجاد میکنه، در این حال هم یه مقداری کشش داره. و کراش داریم که کاملا کششیه. خب حالا میرسیم به اینسترومنت های فضاسازی. اولینش سینتی سایزره که یه همچین صدایی داره. ببینید یه صدای غیر واقعی داره، یعنی مشخصه که یه اینسترومنت واقعی نیست. بعدش پده. ببینید کارش فضاسازیه، یعنی دوتا از معروفترین نوعای پد امبینت و اتمسفریکن که جفتشون برای فضاسازی توی آهنگ استفاده میشه. بعدی لیده. ببینید یه صدای تیز و برنده داره. و بقیه اینسترومنت ها که مثل گیتار، مثل پیانو، کی هست و ویولون و ارکسترا و و و و که اونا هم جز به یه سری دسته های اینسترومنت های واقعی و به اصطلاح شبه واقعی تقسیم میشن. و البته شما بیس هم داری. خب بیس هم برای کلن توپل کردن و پر کردن فرکانس های پایینه. خب حالا رسیدیم به اونجایی که معنی تمام این مواد اولیه‌مون رو میدونیم و میخوایم اینا رو تلفیق بکنیم و یه چیز توپل باش درست کنیم. بریم یه سامپل بزنیم ببینیم داستان چیه. خب این ضربیه که من دارم، حالا میخوام توش یه کلاپ اضافه بکنم، بیس اضافه بکنم. خب حالا میخوام بهش یه بیس اضافه کنم.
اینم از بیسم. حالا بهش یه پد اضافه کنم. حالا یه لید. هایهتش رو شلوغتر بکنم. خب اینم از ویدیو امروزمون. توی این ویدیو یاد گرفتیم که بیت چی هست، چجوری ریتم نویسی بکنیم، چه اینسترومنت هایی چه سازهایی داریم و دستبندی هاشون رو یاد گرفتیم. منطق کلی بیت سازی رو پیاده کردیم توی یه سمپل، یه نمونه، و به این روش هم پیشرفته ترش میکنیم توی ویدیوهای بعدی. اگر با این ویدیو حال کردید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، با هر کسی که فکر میکنید این ویدیو میتونه توی سیستم آهنگسازی و بیتسازی بهش کمک بکنه شیر بکنید. This is for the beat. تا یه ویدئوی بعدی میبینمتون.